درود بر شما شنونده آیتم خبری کیوسک هستید. رسانه مستقل کیوسک تلاش میکند گلچین اخبار روز را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. لطفا پیش از تماشای ادامه ی ویدیو با لایک کردن کمک کنید که این خبرها در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره و حتما دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید. سپاه پاسداران ایران تجهیزات نظامی خود را به عراق منتقل کرده است. روزنامه کویتی القبس با استناد به منابع خود فاش کرده است که سپاه پاسداران تجهیزات نظامی را به عراق منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه سپاه پاسداران علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران، موشکهای دقیق کوتاه برد آرک را نیز به عراق منتقل کرده است. این موشکها در اصل متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران است، در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین در سایت‌های با امنیت بالا در استان‌های جنوبی عراق نگهداری می‌شوند. این روزنامه اضافه کرد انتقال موشک و هواپیما های بدون سرنشین ایرانی در دو مرحله انجام شده که ابتدا آنها را از تهران به اردوگاه الکوسر نیروی قدس واقع در غرب احواز و سپس از طریق گذرگاه مرزی شلمچه به عراق منتقل کردند. در حالی که موشک و هواپیما های بدون سرنشین در اردوگاه های متعلق به شبه نظامیان طرفدار ایرانی عراق نگهداری می شوند. و این عناصر ایرانی نیروی قدس هستند که بر روند زخیر سازی نظارت دارند. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که ایران در منطقه به ویژه در عراق و یمن به جز هواپیماهای پیشرفته بدون سرنشین و های هدایت از دور طیف گسترده از توانایی های خود را توسعه داده است. آنها می توانند بدون ردیابی عملیات کنند که نشان دهنده توانایی مهم ایران در این زمین است. این رسانه کویتی همچنین مینویسد که ایران نگران از حملات هوایی به تأسیسات اتمی این کشور است و به همین دلیل پدافند موشکی خود در اطراف مراکز اتمی فردو و نتنز را تقویت کرده است. روزنامه کویتی القبس به نقل از یک منبع مطلع از داخل ایران گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات پدافندی خود را در اطراف سایت هسته فردو و نتنز تقویت کرده است. زیرا احتمال می‌دهد در آخرین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ این مراکز هدف حملات هوایی قرار گیرند منبع موثق در گفتگو با روزنامه القبس گفته است تجهیزات پدافندی و راداری هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مسئولیت دفاع از این تأسیسات را بر عهده گرفتند آنها تمام ظرفیت پدافندی خود را به کار گرفتند تا مانع از تخریب روند غنیسازی در این تاسیسات که برای برنامه اتمی ایران بسیار اهمیت دارد شوند و آماده هستند تا یک حمله احتمالی موشکی را دفع کنند. گفته می شود سامانه پدافندی موشک دور برده باور 373 که ساخت ایران است و سامانه پدافند موشکی روسی میان برده تو k 12 کیوب در نزدیکی سایت هسته فردو مستقر شدند. علاوه بر این منبع است تایید کرده که سامانه پدافندی در اطراف سایت نتنز در استان اصفهان نیز تقویت شده است پیشرفته ترین سانتریفیوژهای ایران در سایت اتمی نتنز قرار دارند خبرگزاری آسوشیتد پرس جمعه 18 دسامبر گزارش داد به ماهواره‌ای های دست که نشان میدهد جمهوری اسلامی در تاسیسات زیرزمینی فوردو مشغول عملیاتی تازه است این میتواند به معنای گسترش فعالیت هسته ای در سایت یاد شده باشد هرچند ایران از برنامه و مقاصد خود هیچ خبری منتشر نکرده است فاش شدن عملیات ایران در سایت زیرزمینی فردو در سال 2009 به نگرانی جهانی از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی دامن زد. اکنون در آخرین هفته های زمامداری دولت ترامپ در کاخ سفید تنش میان ایران و آمریکا به اوج رسیده و این خبر میتواند وضعیت را بیش از پیش پیچیده کند. چند ماه پیش فعالیت هسته‌ای در تأسیسات اتمی نتنز با انفجاری اسرارآمیز که جمهوری اسلامی آن را خرابکاری عمدی دانست مختل شد. اوایل ماه دسامبر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر در سایت غنیسازی اورانیوم نتنز خبر داد رویترز نوشته بود گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی که به دست آن خبرگزاری رسیده نشان میدهد که جمهوری اسلامی در نظر دارد سه آبشار جدید از سانتریفیوژهای های 2 m را در سایت هسته نتنز راهاندازی کند شمار کوهنوردانی که در اثر کولاک و برف در ارتفاعات تهران جان باختند به 11 نفر افزایش یافت. حمید مساعدیان رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران امروز درباره آخرین آمار جانباختگان در ارتفاعات تهران گفت در آخرین اطلاعات کسب شده متاسفانه 11 فوتی در ارتفاعات تهران داشته هنوز چند جنازه در ارتفاعات وجود دارد که قرار شد امروز تیم‌های امداد و نجات آنها را به پایین انتقال دهند همچنین شب گذشته جلسه ستاد بحران شمیرانات برگزار شد که ابعاد این حادثه مورد بحث واقع شد او در خصوص شماره مفقودی ها گفته است تقریبا میتوان گفت که دیگر مفقودی نداریم چرا که تمام آمارهای داده شده مجددا با خانواده ها بررسی شده و متوجه شدیم که بسیاری از هموطنان به خانه های خود رسیدند. با این وجود سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران روز یک شنبه از ادامه جستجو برای پیدا کردن مفقودی ها خبر داد است او گفت امروز دو گروه کامل 16 نفره از امداد و نجات سازمان آتش نشانی تهران با امکانات کامل به همراه گروهی از همکاران در جمعیت هلال احمر در حال اعزام به مناطق و ارتفاعات کلکچال هستند وی تصریح کرد این تیم ها ساعتی قبل عملیات خود را آغاز کردند و قرار است در بخش هایی که احتمال مفقودی کوهنوردان در آن وجود دارد جستجوی خود را از سر بگیرند. بارش سنگین برف، سرما و کولاک افزون بر سقوط بهمن در ارتفاعات شمال تهران در روز جمعه باعث جان شماری کوهنورد و مفقود شدن تعدادی دیگر شد. روز شنبه عملیات نجات برای پیدا کردن کوهنوردان مفقود شده ادامه داشت. بنابر ها به خاطر موقعیت بد هوا عملیات نجات به سختی پیش می‌رفت و در شامگاه شنبه متوقف شد. به گزارش از ایران در نیمروز جمعه ناگهان کولاکی شدید ارتفاعات شمال تهران در منطقه توچال و کلکچال را در بر گرفت طوفان برف آنقدر قافل گیر کننده بود که تعداد زیادی از کوهنوردان که در آن هنگام در این مناطق به سر می بردند، زمین گیر شدند به همه اینها بهمن بزرگی را هم اضافه کنید که منجر به کشته شدن بسیاری از آنها شد فرا رو می نویسد در نیمروز جمعه اخباری از سقوط بهمن در ارتفاعات تهران دست کم در دو منطقه فشم و داراباد، آهار و غیره منتشر شد. پس از آن گفته شد که بیش از 100 کوه نبرد در کوه اطراف تهران در برف و کولاک گرفتار شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیروز گفت که تا کنون بیش از 100 نفر از گرفتار شدگان در برف و کولاک نجات یافتند. اسماعیل نجار افزود عملیات جستجو برای یافتن افراد مفقود شده ادامه دارد البته میزان بارش برف بسیار زیاد است و همین موضوع عملیات جستجو را با دشواری هایی برای هلال احمر و دیگر دستگاه ها روبرو کرده است نجار در مورد اینکه گفته می شود برخی مجموعه ها نظیر توچال در این روز فعال بودند گفت این موضوع باید بررسی شود که آیا این مجموعه ها فعال بودند یا افراد از مسیرهای دیگر به ارتفاعات صعود کردند اگر این مجموعه ها فعال بودند باید نسبت به این موضوع اقدامات قانونی لازم انجام شود و اما نگرانی ها از خاموشی شبانه معابر و بزرگ راه ها در تهران. خاموشی شبانه معابر و بزرگ راه های استان تهران نگرانی هایی در میان شهروندان پایتخت و هومه به وجود آورده است و برخی کاربران رسانه های اجتماعی نیز نسبت به علت این خاموشی یمانه هایی مطرح کردند یکی از مسئولان روابط عمومی توانیر روز یک شنبه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت معابر و بزرگ راه های استان تهران از ساعت 21 هر شب با هماهنگی راهور پلیس راهنمایی و رانندگی خاموش می شود و این خاموشی همزمان با ممنوعیت تردد که برای جلوگیری از شیوع کرونا در نظر گرفته شده تا ساعت چهار صبح ادامه دارد او با تاکید بر اینکه این خاموشی با هدف کاهش میزان مصرف انرژی برق انجام می شود گفت با انجام این خاموشی ها ذخایر گازی نیروگاه ها نیز کاهش می یابد این مقام وزارت نیرو همچنین گفته است در صورتی که نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه شوند پایداری شبکه برق دچار مشکل خواهد شد و به همین دلیل نیز صنعت برق همه توان خود را برای اجرای مصوبات و دستورات دولت به کار خواهد بست اما این خاموشی ها موجب اعتراض شهروندان در برخی مناطق شده است چند روز پیش پایگاه خبری تارود دماوند خبر داده بود که اهالی یک خیابان در منطقه گیلاوند در اعتراض به خاموشی معابر تومار اعتراضی تهیه کردند این پایگاه خبری به نقل از شهروندان این منطقه نوشت متاسفانه این خاموشی معابر مشکلاتی را از نظر امنیتی و تردد شهروندان به وجود آورده است برخی از شهروندان در رسانه های اجتماعی نیز از پیامدهای خاموشی معابر ابراز نگرانی کرده و برخی دیگر گمانه هایی را درباره علت خاموشی ها برشمردند چند کاربر گفتند دلیل این اقدام دولت این بود که مصرف بالای گاز در بخش خانگی موجب شده تولید برق در نیروگاه با سوخت گاز کاهش پیدا کند. چند کاربر نیز به پیامدهای امنیتی شهر اشاره کردند از جمله یک کاربر نوشت به نظرتون کارشون درست و عاقلانه است اونم توی شهری که آمار جرایمش بالاست همچنین یک کاربر دیگر نوشت رسما به اسم کرونا پایتخت رو دارن میکنن پادگان نظامی و شاید هم داریم تبدیل میشیم به یک کپی از کره شمالی یک شهروند تهران نیز خطاب به اعضای ستاد ملی کرونا نوشت به لحاظ اصول پیشگیری از جرم بر اساس طراحی محیطی خاموشی پارکها و معابر عمومی میتواند موجب وضعیت محیطی جرمزا بشود و تهدیدی برای سلامت و امنیت مردم به وجود آورد ممنون از توجهتون به کیوسک امشب فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو در رابطه با گمان زنی هایی که در مورد اختلال و از کار افتادن جی پی که به ارتفاعات تهران صعود کرده بودند و همچنین علت اصلی خاموشی در شهر تهران با ما به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. خدا نمید.